گزارش سازمان امدادرسانی کامیناند آف فرانتیرز درباره مرگ پناهجویان نشان می‌دهد در سال 2021 روزانه حدود 12 نفر حین تلاش برای رسیدن به اسپانیا از طریق دریا جان خود را از دست دادند یا ناپدید شدند. آماری که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی 2020 بیش از 2 برابر افزایش یافته است. از میان کل قربانیان مرگ 4175 نفر تایید شده و 229 پناهجو هم ناپدید شدند که به احتمال زیاد آنها هم جان باختند. در میان این افراد 205 نفر کودک بودند. در واقع به ازای هر 6 نفری که موفق می‌شوند خود را با قایق به جزایر قناری برسانند، یک نفر جان خود را از دست می‌دهد یا ناپدید می‌شود. طبق گزارش این سازمان، میان افزایش مرگ پناهجویان و تلاش کشورهای اروپایی برای محدودسازی مهاجرت در منطقه مدیترانه رابطه این مستقیم وجود دارد. تصمیمی که باعث شده اکثر پناهجویان برای ادامه راه خود از مسیر جزایر قناری استفاده کنند. مسیری که یکی از خطرناکترین راه‌های ورود به اروپا محسوب می‌شود. از دیگر مسیرهای مهاجرتی مرگبار اروپا در سال 2021 هم می‌توان به گذرگاه مرکزی مدیترانه اشاره کرد که در آن دست کم 1315 مهاجر جان باختند. از سوی دیگر در سال 2021 دست کم 41 مهاجر جان خود را در مرز زمینی ترکیه و یونان از دست دادند. در سوم آذر نیز غرق شدن قایق حامل پناهجویان در کانال مانش منجر به مرگ 27 نفر شد. این سازمان امدادرسانی که از سال 2007 فعالیت خود را آغاز کرده میگوید سال 2021 بدترین سال از نظر مرگ پناهجویان محسوب می شود و سازمان بین‌المللی مهاجرت همین سال را مرگبارترین سال در مسیرهای مهاجرتی اروپا از سال 2018 توصیف کرده. آن هم در شرایطی که گفته شده آمار واقعی این قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است.